سلام دوستان، میگم این ضرب العجل اتمی مثل پیچکوشتی چارسو رفته تو پیچ عظما و همینجوری ای داره در جهت عکس عقربای ساعت میچرخه. هرچی هم جلوتر میریم پیچ شلتر میشه و شاسی ولایت لقتر. دعوت هسته‌ای لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، از وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پاریس برای بررسی این ادعای ساختگی که تعهدات ایران در پیشرفت مذاکرات کافی نیست و مشکلاتی در حال حاضر وجود داره. لوران فابیوس که با سابقه سنگ‌اندازی در پرونده مذاکرات بیشتر نقش نماینده ویژه نتانیاهو رو در مذاکرات بر عهده داره، این بار هم پس از میزبانی این گونه ادعای خودش رو تکرار کرد. مسئله حجم غنی‌سازی اورانیوم در ایران، مدت توافق و کنترل تجهیزات ایران را به دقت بررسی کردیم. باید یک مهلت یک ساله را به صورت آزمایشی برای اجرای توافقنامه تعیین کنیم تا پس از اون بتوانیم موضع خود را اعلام کنیم. ما باید مطمئن شویم که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست. بله، اینطور که پیداست سنبه پرزور شده و حالا علی گدا به جای 5+1 با جبهه طرفه که یه طرفش تو کنگره آمریکاه، یه سرش تو فرانسه و یه طرفش عربستان. یعنی فک مذاکره کننده های نظام کش اومده و همین جوری دارن پس پسکی میرن. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی ایران عزتمندانه و با منطق توانست از پیشنهاد آمریکایی‌ها برای تغییر چیدمان سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای عبور کند. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با تبیین روند مذاکرات فنی در دو مرحله گفتگوهایش با وزیر انرژی آمریکا تصریح کرد در صورت توافق راکتور عراق با تغییراتی که در بازنگری طراحیان ایجاد خواهیم کرد به عنوان راکتور آب سنگین باقی خواهد ماند. معاون رئیس جمهور درباره طرح تعلیق 10 ساله فعالیت هسته‌ای کشورمان هم گفت: ببینید، این دوره اعتماد سازی رو ما فعلا گفتیم ایکس، یعنی زمانش رو فعلا گفتیم یک زمانی که مشخص نیست، بعدا باید مشخص بشه. انواع پیشنهادها بوده، کمتر از 10 سال بوده، 10 سال بوده، بالاتر از 10 سال بوده، ولی هنوز روی این زمان اعتماد سازی تصمیم واحدی گرفته نشده که طرفین مورد قبول طرفین باشه. هیچی دیگه، قضیه همون ترانه همومیه. حزما باید بگه همومی آی همومی لنگ و قدیفه همو بردن. تازه این اولشه، هنوز هیچی نشده، طرف حسابا دارن برنامه آینده حزما رو هم لو میدن. پس از موضوع هسته‌ای با سوال خبرنگار شبکه العربیه عربستان سعودی، نشست فابیوس و جان کری به بحران عراق و سوریه سوق پیدا کرد. تلاش های ایران حمایت از تروریسم تعبیر شد. هدف ما در نهایت تغییر رفتار ایران و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن ایران در دیگر مناطق است. اما در حال حاضر مسئله کلیدی این است که از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. خوب، وقتی اوضاع خارجی این باشه، وضعیت داخلی عظما معلومه دیگه. یعنی حکایت زمین سفته و گاوایی که به هم شاخ میزنن. نحوه مدیریت آقای ظریف در پرونده هسته‌ای در مقیاس گسترده‌ای میتواند استقلال کشور را مخدوش کند. اکنون آمریکایی ها و نخست وزیر رژیم صهیونیستی صراحتاً از هدف تغییر نظام در قالب توافق هسته‌ای میگویند و متاسفانه هنوز نه حسن روحانی و نه وزارتخانه ظریف یک واکنش درخور نسبت به این اظهارات و مواضع نشان ندادند. هر چی جلوتر میریم و به ضرب العجل اتمی نزدیکتر میشیم، اوضاع ولایت کشمکش‌تر میشه. ولی فقی دیگه جایی واسه غیر و قنبیلای همیشگی نداره، باید تصمیم رو بگیره و همه رو به یه سمتی چرخ بده.
ایستگاه آخر یعنی همین. Check out.